به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. سلطان قیر به دار آویخته شد. ریشه مشکلات اقتصادی ایران سلطان‌ها هستند یا شرایط سلطان پرور؟ در ادامه برنامه رزمایش در جزیره قشم همزمان با ورود یک ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس. سپاه میگوید راهبرد نظامی ایران هم تدافعی است هم تهاجمی. 130 هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران شناخته شدند. فقر، اعتیاد والدین و مهاجرت علل اصلی دور ماندن از مدرسه. رفتم تست و دادم و از اون همه پسریش که قبول نشد من قبول شدم و خلاصه شدم کلی ذوق که رفتم تیم بدلکاری. و اولین بدلکار زن ایرانی میگوید چطور قالب‌های سنتی را شکسته. سلام بر شما، من فرناز قاضی‌زاده هستم. و من کسرا نجی. یک فعال اقتصادی دیگر در ایران اعدام شد. حمید باقری درمنی را با عنوان سلطان قیر معرفی کردند، اما فهرست اتهاماتش فراتر از اینها بود و نهایتاً با حکم افساد فی الارض اعدامش کردند. عده‌ای به شیوه محاکمه و اعدام او اعتراض دارند. بسیاری دیگر درباره عدم برخورد با او برای مدت طولانی. کسانی هم هستند که میگویند او قربانی دعوای قدرت بین دانه درشت‌های سیاسی ایران شده. او هر که بود نخستین کسی نبود که لقب سلطان گرفت و اعدام شد. همین چند هفته پیش سلطان سکه را اعدام کردند. سوال اینجاست که این احکام تا چه حد میتواند اوضاع اقتصادی ایران را سر و سامان دهد؟ آیا ایجاد رعب از این طریق نقطه پایانی میشود به فساد گسترده در اقتصاد ایران؟ اول گزارشی ببینیم از مرشد کهنروز. در ایران سلطانی دیگر اعدام شد. حمید باقری درمنی، سلطان قیر. اتهام تشکیل باند کلاهبرداری و ارتکاب به اقدامات مجرمانه. این تصاویر لحظات قبل از اعدام حمید باقری درمنی است. فساد چنان در تار و پود اقتصاد ایران تنیده که دستگاه قضایی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی تشکیل داده. فرایندی جنجالی که منتقدان می‌گویند تشریفات قانونی را زیر پا می‌گذارد. تازه ترین قربانی این دادگاه های ویژه میگوید دستخوش بازی سیاسی شده. این فایل منتسب به آقای درمنی از زندان اوین خطاب به آیت الله علی خامنه ای. روز یک شنبه مورخ 18/9/97 سخنگوی دستگاه قضا تایید حکم اعدام بنده در دیوان عالی کشور را به رسانا اعلام نمود و مرا به یاد همان یک شنبه سیاه مجلس شورای اسلامی که در درگیری جنایی آقایان داریجانی و احمدی نژاد نام بنده برده شد انداخت. از آن روز حدود 5 سال می گذرد و طی این مدت به تهماتی که از و باقی در دندان هستم برای سخت حرک بلد در از وردی و کین توزی در دقیقه 90 پایان دوره انتقام آن روز را از من گرفتن. اجرای عدالت سیاسی رسانه‌ای ظلمیست که به نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط دهی دارد می شود. خواهش من از با دستور توقف اجرای حکم و بررسی دیر پرونده نگذار جان ناقابل بنده در دوران زعامت از اتالی به ناحق سپانده شود. حمید باقری درمنی 19/11/97 زندان اوین. آقای درمنی یا به قول مقام‌های قضایی ایران سلطان قیر از یک شنبه سیاه می‌گوید. یک شنبه‌ای در میانه بهمن ماه 1391، 6 سال پیش، اوج دعوای محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی، زمانی که سعید مرتضوی ویدئویی را ضبط کرده بود که حاکی از آن بود که فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر لاریجانی‌ها، می‌خواسته با بهره برداری از موقعیت برادران خود از طریق ارتباط با بابک زنجانی منافعی کسب کند. محمود احمدی نژاد بخشی از این نوار را در صحن علنی مجلس پخش کرد. مرتضوی میگه خب شما این اعتبار رو دارید که برید از اخوی دستور بگیرید؟ ایشون میگه بله، اینا رو کمک کردیم بهشون، حتی در یک جلسه هم اخوی دیدش. در روزی که قرار بود وزیر کار محمود احمدی نژاد
به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی استیضاح شود، صحن مجلس به محلی برای تنشی بی سابقه میان رئیس جمهوری وقت و علی لاریجانی تبدیل شد. به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. همه رو میدیدم. ایران آن روزها هم درگیر بگومگوهای داخلی بود، هم مناقشات خارجی. کشور زیر بار کمر شکن تحریم، نظام نیازمند راه تنفس. ایران آن روزها به کسانی مانند حمید باقری درمانی و بابک زنجانی نیاز داشت، بسیجی اقتصادی. راه رو پیدا کرده، اصلا محاسباتشون اشتباهه، نمیفهمن چه کار باید بکنن و چه کار دارن میکنن. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریما رو دور میزنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن، مثل موارد دیگری که در سالهای گذشته در زمینهای سیاسی بود. از روزی که رهبر ایران حرف از دور زدن تحریم ها زد، 7 سال میگذرد. ایران حالا میگوید در بحث دور زدن تحریم ها استاد شده. اگر هنری باشد که ما در ایران پرورده باشیم و بتوانیم آن را به دیگران یاد بدهیم، همانا هنر دور زدن تحریم هاست. اما تحریم ها اثر خود را گذاشته. کشور سال گذشته صحنه اعتراض های ضد حکومتی بود. امروز هم در ایران اعتصاب و اعتراض های پراکنده و همزمان دامنه دار در بعضی از نقاط ادامه دارد. این بن‌بست اقتصادی و سیاسی جولانگاهی است برای سوداگران. در حالی که شرکت‌های خودروسازی کشور فروش و عرضه انواع محصولات خود را متوقف کردند و روز به روز قیمت‌های آنها افزوده می‌شود، 23 امروز تصاویری از انبار یکی از شرکت‌های خودروسازی در جاده به دستش رسیده. بخش‌های خبری صدا و سیما پر است از خبر احتکار در زمانی که گرانی و تورم بیداد میکند. لعنتی آدمو دیوونه میکنن. میگویند اوضاع کنونی بهشتی است برای سلطان پروری. سلطان سکه ماه گذشته اعدام شد، سلطان غیر امروز، سلطان شکر سالهاست بر سر هویتش بحث و جدل است و سلطان پوشک مقام ها دنبال او میگردند. مرصاد کوهنروز، بی بی سی. دو مهمان داریم. پیام درفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ماست، همراه مهدی خجلی، فعال سیاسی، هر دو از تهران هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. بذارید از آقای درفشان شروع بکنم. یه مقدار شما در مورد این پرونده به ما توضیح بدید. گفته میشد که این آقای درمانی که اعدام شدند اصلا در سالها بود در زندان بودند. برای چی با این سرعت پرونده به اینجا رسید و حکم اعدام اجرا شد؟ عرضم به حضور شما که برای اینکه بخوایم به پاسخ این سوال شما برسیم، باید بریم سراغ این مصاحبه‌ای که آقای اجه‌ای انجام داده و عنوان کرده که این بخشنامه‌ای که به این محاکم ابلاغ شده به چه شکل هستش و اومده ویژگی‌های اون رو. البته این بخشنامه بیرون نیومده، اومده ویژگی‌های این رو بیان کرده که یک بخشیش اینه که این احکام سریع الاجرا هستن، قطعی هستند، جز در موارد اعدام که یک شعبه ویژه‌ای هست بلافاصله میره اونجا بهش رسیدگی میشه و اون ویژگی ها رو نداره و براش سری سازوکار خاص توی قوه قضاییه در نظر گرفتن که البته میشه دونه دونه اشاره کرد که تمام اصول قوانین اساسی هیچی، بلکه حتی قواعد فقه هم نقص شده. یعنی در یک موردی هستش که بسیار اسفناک لحاظ حقوقی، قاعده قبح عقاب بلابیانه
یعنی چه؟ یعنی اومده گفته که اگر یک کسی مرتکب یک عملی شد فقط در صورتی میشه این رو مجازات کرد که قانونی به تصویب برسه که بر اساس اون بشه این رو مجازات کرد. اینجا آقای اجرایی اومده گفته اگر یک پرونده های باشه که تشخیص داده بشه اینا مفاسد اقتصادی بودن ولی در موردشون رسیدگی شده و حکم صادر شده، اینا رو میشه دوباره انداخت به جریان و بهش رسیدگی کرد و با این ویژگی ها برد جلو. بله. این هستید که بحثی که اینجا مطرح شده، حکمی که برای ایشون و همینطور برای نفر قبلی که اعدام کردن حکم سلطان سکه، هر دو فساد فلعرض بود، با حکم فساد فلعرض ظاهرا همه رو میتونن با همین احکام اعدام بکنن. ایشون اومده استناد کرده به ماده 286 قانون مجازات اسلامی برای این مسئله، ولی اشاره نکرده توی اون کنفرانس خبریش به اینکه ماده 286 قانون مجازات اسلامی یک تبصره‌ای هم داره که اومده داخل این تبصره در نظر گرفته که این شرایط و این ویژگی‌ها به چه شکله. ایشون توی ترسناکترین، واقعا به تمام معنا میشه گفت ترسناکترین چیزی که اومده، تعبیری که کرده از جرم اقتصادی، اومده گفته اصلا کیفیت و میزان این هم مهم نیست. یعنی طرف اگر میزان زینفعیش از مسئله هم مهم نیست، بستگی داره چه ضرری به نظام زده باشه. بله. خب بر اساس ماده 286 اومده گفته که خب ما این رو گذاشتیم تشخیصش رو به عهده این محاکم. خب این خیلی اسفناکه واقعا. خب آقای خزعلی، ایشون این آقای درمانی اولین آدمی نیستن که این عنوان سلطان رو میگیرن، اولین آدمی هم نیستن که با این حکمای اینچنینی مواجه میشن، همونطور که گفتم از قبل بوده. بعضی از این آدم ها هنوز در زندان هستن، بعضیشون رو اعدام کردن، فهرست هم طولانی هست، از آقای جزائری حدود 20 سال پیش بگیرید تا بیاید جلو همین آدم هایی که الان اسمشون رو میشنویم. چه سیستمی در جمهوری اسلامی اجازه ایجاد چنین افرادی رو میده؟ خلأ قانونی، خلأ سیاسی، چه چیزی باعث میشه که این افراد رشد و نمو پیدا بکنن؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، ببینید یک اقتصاد بیمار، اقتصاد رانتی و رانت اطلاعاتی که حاکم هست بر جریان اقتصاد بعد از انقلاب متاسفانه سلطان پروره. یکی میشه راننده رئیس کل بانک مرکزی، بعد میبینیم میشه بابک زنجانی. یه عزیز دیگه باز دوباره با دفتر رئیس قوه مقننه ارتباط داره و با آقای لاریجانی مرتبطه. بالاخره از اونجا راه رو یاد میگیرم که چه کار باید کرد و چه راندهایی در سر راه میتواند اونها رو به پولهای بدون حساب یرزوها من حساب به غیر حساب بتواند. این گونه میخورن متاسفانه و اونم میبینیم. خب این ظاهرن با آقای لاریجانی ارتباطات داشته، با رئیس مجلس ارتباط داشته، باشه دفتر ایشون بوده و الی آخر. اون یکی سلطان شکر، آقای یوسفی رفت زندان و بعدم انفرادی رو در برابر حساب کردن، آزاد شد و فوت کرد. اما آقای مکارم چیرازی آیا سوال شد ازش؟ از مسئول نظام سوال شد؟ اینا اومدن تحریما رو دور بزنن. شما آقای خزعلی، شما از راندها صحبت میکنید و اینکه این افراد به دانه درشت هایی مرتبط هستند که راه و چاه رو از اونها یاد میگیرن، اما بحث دیگه این هستش که برای خود نظام حتما اون دانه درشت ها هم مشخص هستن. اگر وضعیت اقتصادی اینقدر نابسامان هست که دولت و حکومت فکر میکنن که باید وارد بشن، اقدام بکنن، در بازار ارز یه عده‌ای رو بگیرن، الان این افراد رو اعدام بکنن، چرا سراغ اون دانه درشت ها نمیرن؟ چرا دست کم ازشون نمیخوان که کمی اونها کوتاه بیان و بگذارن که شرایط اقتصادی سامان بگیره که بتونن مملکت رو اداره بکنن؟ من اصلا میخوام بگم اینایی که کشته میشن جعبه سیاه اختلاطن. هر کدوم از اینها کشته میشن که یک اسناد و اسرار فاش نشه، هم این که بتونن اموال اینا رو بخورن. وقتی که مهافرید خودسوی کشته میشه، برادرش به من زنگ میزنه میگه 500 میلیارد موجودی نقدی غیب شده بعد از کشته شدن. و بعد میبینیم مثلا یک برج فرمانیه رو متری 100 هزار تومان میفروشن. آیا متری 100 هزار تومان اونجا متری 30 میلیون تومانه؟ یعنی داره به نزدیکان خودشون میفروشن. مهافرید سریعا کشته میشه که اموالش رو چپاول کنن. بابک زنجانی چون اموالی رو هنوز مونده، اگه اطلاعات اموال رو میداد سریعتر کلچه میداد که اموال رو آقایون ببرند. و همینطور این کیچی که الان سلطان قیره، دلتون بخواد از این به بعد سلطان پوشک و سلطان جای دیگه هم در میاد، چون میخوای اموال رو ببرند. از اول انقلاب تفاول اموال با مصادره اموال شروع شده، اینا سیر نشدن، نمیدونن که شما دارید امنیت رو میبرید. من به عنوان اقتصادی و اقتصادی بالعرض مسئولینی رو میبینم که پشت این قضیه هستن.
از سر قضیه اختلاس 3000 میلیاردی، آقای رحیم مشایی از دفتر رئیس جمهور از طرف آقای احمدی نژاد زنگ میزنه به آقای خاوری میگه یه تصویر کن. نیم ساعت بعد زنگ میزنه میگه چی شد؟ میگه آقا بذار یک مدیرها جمع کنم تصویر کنم که بعد به این آقا همونقدر که شما میخوام بدین اعتبار بدین. ولی واقعا خطاب از طرف رئیس جمهور وقته. رئیس جمهور داره میره سخنرانی میکنه، براش میتینگ میذاریم. میدونین که رئیس جمهوری که بالاخره در خط شما اسرار شما رو میدونه، دور زدن هم اونا شروع کردن. دور زدن اینکه آدمایی که صد تا سردار رو وابستگان شما اموال رو دادین دستشون. ما که بابک زنجانی نباید خورده بگیریم. نفت دست شما بوده، شما نفت رو دادید دست بابک زنجانی، پول رو نداد. من باید اون کسی که نماینده من بوده، رئیس جمهور من بوده، نفت رو داده دست بابک زنجانی رو محاکمه کنم. اگر کسی قد بناس اعدام بشه، این مسئولین هستن که باید اعدام بشن. مسئولینی که سرمایه های ما رو، بیت المال رو در اختیار یه عده چپاولا قرار دادن. اون که دوسته. صندوق بازکنی میدوزه. بذارید من از آقای درفشان اینو بپرسم. آقای درفشان، به هر حال بحث این هستش که مسئولین میگن یه عده سوء استفاده میکنند، میان از امکاناتی که موجود هست استفاده میکنند، سوء استفاده میکنند و تبدیل میشن به این سلطانهای ریز و درشتی که میبینیم. به نظر شما خلأ قانونی کجاست؟ چطور هست آقای درفشان که یه عده میتونن بیان و این کار رو انجام بدن؟ قسمت جالب و عجیب قضیه اینه که ما خلأ قانونی اتفاقا سالهاست که نداریم. من الان یک به یک به لیست قوانینی که به سال تصویب شده رو برای شما میخونم. ما توی علم جرمشناسی یک شاخه داریم به اسم جرمشناسی پیشگیرانه که این دو بخش میاد تقسیم میشه، به علمی هست بحث میکنه، میگه یکی شیوه امنیت پرهزینه یا امنیت خشنه، دومی شیوه امنیت غیر خشونت آمیزه. که توی این شیوه امنیت غیر خشونت آمیز اولیش تدوین و عمل به قانون اساسیه. برای همین بنده در ابتدای سخنم با اینکه قانون اساسی نقض شده شروع کردم، یعنی اوج فاجعه اتفاق افتاده در خصوص این مسائل. و دومیش رقابت رسانه هاست، آزادی آنها در افشای تمام مسائل، آزادی اطلاعات، تمام مسائلی که ما میبینیم رعایت نمیشه، شفاف سازی، عدم ایجاد رانت، اعلام دارایی مسئولینه. هیچ کدوم از اینها مواردی نیستش که ایراد بشه. وگرنه ما میبینیم که اتفاقا قوانینی که ما در خصوص این مسائل داشتیم رو از ابتدایی که سال ببینید دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی اومده همه چیزش رو تعریف کرده، مسبب سال 85 88 اومده دستورالعمل صلاحیت و نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، اومده تمام دادسراهاش و ایناشو تقسیم کرده، اومده قانون مبارزه با فساد رو متوجهم. یعنی شما میگید یه شبکه‌ای برای برخورد با اینا وجود داشته. من سوالم فراتر از این شبکه در قوه قضایی است. در مورد قوانین سوال میکنم. مثلا الان دولت اومده میگه که این قانون شفافیت مالی، لایحه شفافیت مالی اگه تصویب بشه بخش عمده از مشکلات ما حل میشه. آیا واقعا اینطور است؟ الان ما کمبود قانون در این زمینه شفافیت داریم در ایران که مواجه هستیم با چنین پدیده هایی؟ ما کمبود اجرا داریم در این زمینه ها که مواجه هستیم با چنین مسائلی. و این مرحومی هم که فوت شده اصلا مشخص نیستش از لحاظ ارکان حقوق کیفری. این شاخه ای از حقوق هستش که اکونومیک کریمینال لاو، همه جای دنیا هستش که حقوق کیفری اقتصادی چی هست، به چه شکل باید رسیدگی بشه. الان یه فیلمی اگر دقت بکنید نشون دادن داخل صدا سیما اینها که نشون میداد این شخص خیلی اسناد گسترده‌ای رو به کار میبره، باندی داره، آخرش هم گفتم با خاوری در ارتباط بوده. خب فرض کنیم با خاوری در ارتباط بوده، اولا چه خوب شای خاوری اونوره که همه چی رو بشه انداخت گردنش در ارتباط با این مسائل. ثانیاً اینکه خب فرضاً از زمان خاوری تا الان سالها میگذره، ایشون فعال بوده. این شبکه یه نفر که نمیتونه این همه، داخل همون فیلم هم نشون میداد کلی اسناد جعل کرده و فلان که بقیه کجان؟ بعد تا حالا آقایون چیکار میکردن؟ فرزندشون سلطان غیره، تا حالا چی شد؟ تا حالا کجا بودن؟ چرا تا الان متوجه نشدن؟ متوجه. آقای خزعلی، یه بحث دیگه برمیگرده به این که شما فرمودید فهرست طولانی به ما دادید از کسانی که اسمشون رو بردید که همه اینها به نوعی متهم میشن به این که با این افراد در تماس هستن.
آدم های دانه درشت در نظام جمهوری اسلامی. به هر حال جمهوری اسلامی هم اینا با هم دیگه اختلافاتی دارن، چرا سر این چیزا که میشه زودتر هم دیگه رو لو نمیدن؟ چطور هست که این پرونده ها اینقدر طولانی میشه؟ یک نفر میتونه سالها بره و کارهای اقتصادی به این شکل بکنه، با حجم گسترده ای از پرونده اون وقت میان باهاش برخورد میکنن. بله متاسفانه چپ و راست درگیر این مسائل اقتصادی هستن و همه هم مسائل همدیگر رو میدونن. وقتی حرف فیش‌های نجومی میشه و املاک نجومی، آقای قالیباف به اونها اختیار میده که شما هم املاک نجومی گرفتین، هر دو هم کنار میان. اون از سیج نجومی حرف نمیزنه، اون از املاک نجومی، اینا با هم کنار میان. من میخوام یه بحثی رو عرض کنم خدمتتون. ببینید در سلطان سکه یه فردی که بیش از 3 دهه کار سکه میکرده و ما هم بهش نگفته بودیم معامله سکه ممنوع است و اعدام میشه، این همون اصل قبح عقاب بلا بیانه. به اون حکم نکردید، اونم داره سکه میکنه، کار سکه است، پول مملکت هم داره نزول میکنه به سرعت طبیعیه که سرمایه‌هاشو تبدیل به طلا کنه. اینو گرفتید کشتید به ناحق. از این طرف این آقایی که تو زندان بوده سالهاست تو زندانه، این چون که تو این دستور جدید رهبری نبوده، باز دوباره این عطف به ما سبق نمیشه. قوانین شما نباید عطف به ما سبق بشه، این خلاف قانونه. شما گرفتید این آقایی که تو زندان بوده در آوردین، قوانین رو عطف به ما سبق کردین و ایشون هم اعدام کردین. بله خیلی متشکرم از هر دوی شما آقایون برای شرکت در این بحث. پیام درفشان حقوقدان از تهران با ما و آقای مهدی خزعلی. عذر میخوام صدای آقای خزعلی قطع شد و ارتباط ما ظاهرا برای چند لحظه قطع شد. متشکرم از شما آقای خزعلی. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. گزارشگران بدون مرز در نامه سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری او درباره وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران شده است. در این نامه تاکید شده که بازداشت‌های خودسرانه، محروم کردن از حق درمان، نبود دادرسی در دادگاه‌های عادلانه، نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در ایران میگوید عده‌ای از نمایندگان از محمد باسط درازهی نماینده سراوان شکایت کردند و قرار است این هفته به پرونده درگیری لفظی او با یک کارمند گمرک رسیدگی شود. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران هم با دست داشتن پلاکارد‌های مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار برخورد با نماینده سراوان شدند. چند روز پیش ویدیویی از ناسزاگویی این نماینده با یک کارمند گمرک ایران منتشر شد که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. کاربران زیادی در فضای مجازی با ایجاد هشتگی خواهان استعفای او شدند، اما او در جلسه غیرعلنی مجلس خواهان عذرخواهی وزیر اقتصاد و همینطور اخراج آن کارمند گمرک شده بود. برت مک‌گرگ نماینده ارشد آمریکا در ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه از سمت خود استعفا کرده است. دو روز قبل جیمز ماتیس وزیر دفاع دولت ترامپ هم در پی ابلاغ این تصمیم از مقامش کناره‌گیری کرده بود. نماینده ویژه آمریکا در جنگ با داعش به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه در راستای تثبیت امنیت در منطقه اصرار داشت. و رئیس گروه بازرسان سازمان ملل وارد یمن شده تا بر آتش‌بس محدود این کشور در بندر هدیده که سه‌شنبه آغاز شده نظارت کند. پاتریک کامارت، ژنرال بازنشسته هلندی، به عدن رفته تا از آنجا راهی هدیده شود. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا با اعزام تیمی از ناظران به یمن برای نظارت بر اعمال آتش‌بس موافقت کرده است. همزمان با ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به آب‌های خلیج فارس، نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران یک مانور نظامی در جزیره قشم و آب‌های اطراف آن برگزار کرده است. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته که اصول و راهبرد نظامی ایران هم دفاعی است و هم تهاجمی. نیروی دریایی سپاه حدود 6 ماه پیش هم در خلیج فارس مانوری برگزار کرده بود. این اولین بار است که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران یک ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شده. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد.
یا رسول الله آغاز کنید. آخرین مرحله از رزمایش سپاه پاسداران به اسم پیامبر اعظم 12 در خلیج فارس. رزمایشی یک هفته‌ای که در منطقه قش برگزار شد. آنطور که مسئولان سپاه گفته اند، مانور نظامی اخیر از مجموعه رزمایش هایی بود که برای آذر و دیماه امسال برنامه ریزی شده بودند. مانوری که سپاه در آن تلاش کرد توانمندی هایش را به رخ بکشد. در این مانور هم بالگردهای هوا نیروز حضور داشتند، هم استفاده از موشک های نقطه زن ساحل به دریا امتحان شد و هم عملیات آبی خاکی انجام شد. عملیاتی برای پیاده کردن تفنگداران از دریا به خشکی. مسئولان سپاه گفتند که راهبردشان دفاعی است. تمرکز مانور اما بیشتر بر راهبردهای تهاجمی بود، از جمله تمرین‌هایی برای تصرف مناطق استراتژیک دشمن فرضی. فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید با این مانور پیامی هم به گفته او برای دشمن داشتند. این را همه‌شون باید بدونن که جمهوری اسلامی و توان جمهوری اسلامی یک توان دفاعی و توان بازدارنده است و اگر بخوان دول به هم معظم رهبری یکی بزنن حتما 10 تا میکنن و این توانمندی اینجا اثبات شد که جمهوری اسلامی و رزمندگان ما میتونن چنین کاری را انجام بدن. سپاه در یک سال اخیر چند باری در خلیج فارس مانور برگزار کرد. یکی از تازه ترین آنها رزمایش مشترک با ارتش حدود یک ماه و نیم پیش. اما مانور این بار همزمان شد با ورود ناو هواپیمابر یو اس جان سی استینس آمریکایی به خلیج فارس. آن هم پس از 8 ماه غیبت. ما می‌خوایم حضورمون رو نشون بدیم. امیدوارم که حضورمون آرام کننده شرایط باشه، چرا که داریم به صورت حرفه‌ای ماموریتمون رو انجام میدیم. به طور قطع ما هم تلاشمون رو برای حمایت از متحدان منطقه‌مون انجام میدیم و به اونها نشون میدیم که تعهدمون به منطقه ادامه داره. ورود ناو آمریکایی به خلیج فارس بی‌حاشیه هم نبود. بعضی رسانه‌های ایران گزارش دادند که همزمان با عبور ناو جان استینس از تنگه هرمز، قایق‌های تندروی سپاه آن را تعقیب کردند. یک هواپیمای بدون سرنشین به پرواز درآمد و راکت‌هایی هم به سمت آن شلیک شد. اما دریادار امیر رستگاری رئیس صنایع دفاعی ایران گفته پرواز پهپاد مربوط به مانور سپاه بوده و ربطی به ناو آمریکایی نداشته. او در مورد درستی خبر مربوط به شلیک راکت هم تردید کرد. نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. یکی از اظهارات چند ماه پیش حسن روحانی در آستانه برگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنانی که تهدیدی به بستن تنگه هرمز تعبیر شد. مانور تازه سپاه زیر ذره‌بین نیروهای حاضر آمریکایی در منطقه برگزار شد، نیروهایی که می‌گویند برای حفظ ثبات در آنجا حضور دارند. به نظر من رسید که از طرف فرمانده نیروی زمینی خدمت برسید، هم عذرخواهی بکنیم از بابت اینکه چند روزی به هر حال مشکلاتی رو برای شما فراهم کردیم از جهت یک رزمایش بزرگ در اینجا برگزار میشه. انگار آزار رزمایش تازه فقط به اهالی یک روستا در قشم رسیده. آن هم که مسئولان سپاه تلاش میکنند کدورت احتمالی را با حضور در یک مراسم عروسی روستا از دل اهالی در بیاورند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در انستیتوی مطالعات خاورمیانه واشنگتن از همین شهر در آمریکا با ماست. آقای ندیمی، آیا باید شاهد بالا گرفتن تنش نظامی در آبهای خلیج فارس دوباره باشیم؟ نمیشه پیش بینی کرد. به طور دقیق این احتمال وجود داره، به خاطر اینکه به نظر میاد همزمان بودن ورود ناو هواپیمابر استنیس و رزمایش دریایی و زمینی سپاه اتفاقی نبوده. به نظر بنده از 19 روز پیش که اعلام شد که این ناو هواپیمابر قراره به منطقه خلیج فارس برگرده برای نشان دادن قدرت به ایران پس از 8 ماه فقدان حضور ناو هواپیمابر در منطقه، نیروی دریایی و زمینی سپاه زمان کافی داشتن برای اینکه این مانور رو
برنامه ریزی بکنن یا حداقل اجراش رو جلوتر بندازن. و فکر میکنید این کار رو کردن، یعنی مانور رو در واقع همزمان کردن با ورود این ناوگان به تنگه هرمز؟ به نظر میاد اینطور باشه. البته مانور پیامبر اعظم 12 در ادامه سلسله مانورهای پیامبر اعظمی که از سال 1385 شروع شده، ولی با نگاهی به تقویم مانورها و زمان انجامشون میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که تا حدی تعیین دقیق زمان انجام یا جلوتر و عقب انداختن زمان انجام اونها به مسائل سیاسی و منطقه ارتباط داشته. برای مثال در سال 92 که برنامه اقدام مشترک در مذاکرات هسته‌ای به تصویب رسید، کمی بعد مانوری انجام شد که یک ماکت ناو هواپیمای آمریکایی رو در دریا منفجر کردن که به نظر می اومد نشون دهنده یک پیامی بود به مذاکره کنندگان که ایران از نظر نظامی توانایی داره که به نیروهای نظامی منطقه ایالات متحده در منطقه صدمه یه جدی وارد بکنه. و همینطور هم بعد از پذیرفته شدن برجام ما می‌بینیم که ماهیت این مانورها تغییر می‌کنه، به مانورهای رزمایش‌های امنیتی تبدیل میشه در مناطق کویری و مرزی ایران. پس می‌بینیم که این بالا و پایین آوردن شدت و حدت و منطقه اجرای مانورها تا یه حد زیادی به مسائل سیاسی ارتباط داره. از نظر نظامی نمیدونم شما اطلاعات کافی داشته باشید، آیا این مانور تازه پیامبر اعظم 12 چه فرقی با مانورهای قبلی داره؟ و وقتی که یکی از فرماندهان سپاه میگه که راهبرد ما هم تهاجمیه هم تدافعیه، بعد اسم مانور رو هم مانور تهاجمی میگذارن، اینها چه معنی داره؟ این مانور چه فرقی با بقیه داره؟ ببینید این مانور همونطور که اعلام شده نخستین اجرای عملیات تهاجمی ویژه برای به دست گرفتن سرپل و اشغال سواحل دشمن و همینطور آسیب زدن و ضربه زدن به تأسیسات حیاتی دشمن هستش. تا حدی این توانایی ها در مانور ها و رزمایش های پیشین هم آزمایش می شده، به اجرا گذاشته می شده. شاید بشه گفت که تاکتیک ها و روش های جدیدی در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفته که در موارد پیشین سابقه نداشته. عملیات ویژه در عمق جبهه دشمن اونطور که گفته میشه جز ویژگی های این عملیات بوده. ولی یک نکته که می تونه پیام ایران باشه از این مانور این بوده که ایران به ایالات متحده در برابر رفتار قابل پیشبینی واکنش تدافعی داره، ولی در صورتی که رفتار ایالات متحده همونطور که نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده در زمانی که ناو هواپیمای استنیس قرار شد که به منطقه برگرده، اگر غیر قابل پیشبینی باشه رویکرد ایران هم تهاجم می‌خواهد. و آمریکا چه دلیلی داشت که الان در این مقطع یک ناو هواپیمابر به منطقه بفرسته؟ آقایان در آمریکا تاکید دارن که فشاری که به ایران میارن فشار اقتصادیه، چه لزومی داشت؟ همونطور که عرض کردم تا 8 ماه پیش همیشه یک ناو هواپیمابر در منطقه ناوگان پنجم حضور داشته. در این مورد هم که یک فاصله زمانی ایجاد شد به خاطر این بود که سیاست‌های جدید ایالات متحده در منطقه اقیانوس آرام نیازمند حضور دریایی پررنگ‌تری در اون منطقه وجود داشت. برگشتن ناو استنیس به منطقه خلیج فارس همونطور که نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده نوعی نشان‌دهنده قدرت به ایران هستش که ما توان نظامیمون رو در منطقه حفظ خواهیم کرد. آقای ندیمی خیلی متشکر از شما. فرزین ندیمی پژوهشگر امور دفاعی در انستیتوی مطالعات خاورمیانه واشنگتن از همین شهر با ما بود. متشکرم از شما.
در یکی دو روز اخیر بعضی خبرگزاری‌های ایران جزئیات تازه‌ای از جلسه‌ای منتشر کردند که 9 سال پیش، تنها چند روز بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 88 با حضور رهبر ایران و نمایندگان نامزدهای انتخابات و همینطور نمایندگان نهادهای برگزار کننده انتخابات برپا شده بود. اعتراض گسترده به نتایج انتخابات آن سال تاثیر عمیق بر صحنه سیاسی ایران داشت و 2 نفر از نامزدهای معترض هنوز در حصر خانگی هستند. همکارم حسین باستانی کل گزارش‌ها رو خونده اینجا با ماست که کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، من که گزارش رو می‌خوندم بیشتر برام لحن مطایبه آقای خامنه‌ای و اینکه خیلی با قضیه به نظر می‌اومد که شوخی می‌کنه، در حالی که همون 2 روز قبلش معترضان گفتن میلیون‌ها نفر رو به خیابون آوردن. چه چیز تازه‌ای تو دیدی در این صحبت‌ها؟ ببینید، اولا این گزارش وقتی بیشتر خبرساز شد که 2 خبرگزاری وابسته به سپاه، یعنی فارس و تسنیم، اونو منتشر کردن و بعد از چند ساعت هر دوتا با هم گزارش رو حذف کردن. در نتیجه حساسیت رو بیشتر کرد که افراد برن ببینن که اینا چی بوده که احیانا موجب حساسیت شده. خود این گزارش هم البته بخشی از یک کتابی است که تقریبا به تازگی منتشر شده، کتابی به نام فتنه تقلب. تقلب البته با قین به مفهوم اینکه کسانی میخواستن غلبه بکنن بر کشور و امثال اینا. و این کتاب حالا اهمیتش هم شاید به این باشه که در واقع اون رو در انتشارات انقلاب اسلامی که نزدیک هست، وابسته هست به دفتر آیت الله خامنه ای و آثار ایشون رو هم منتشر میکنه، اون انتشارات این رو منتشر کرده بود. تو شرحی از این جلسه اومده که خب یک نکته خیلی به هر حال قابل توجهش همین چیزی که مورد توجه شما هم قرار گرفته، یعنی نحوه‌ای که آقای خامنه ای صحبت داره میکنه، به هر حال به صورت رسمی البته سعی میکنه که وجهی بی‌طرفانه ای رو از خودش ارائه بده، یعنی مثلا میگه به شکایت رسیدگی بشه اینا، ولی خب چند نکته است. اولا اینکه ته جلسه و ته داستان رو از همون ابتدا مشخص میکنه، یعنی اینکه میگه که حالا به شکایت رسیدگی بشه ولی تغییر در نتایج معلومه که ایجاد نخواهد شد، یعنی رأی خودش رو از ابتدا مشخص میکنه. و یکی دیگه هم همون لحنیه که به کار میبره، البته این لحن که مخصوصا در ارتباط با نمایندگان کاندیداهای معترض به انتخابات یه جاهایی مثلا تو هم با دست انداختن میشه، از قضا در این کتاب جدید فتنه تقلب کمتر برجسته است. اگرچه این کتاب یعنی ادعای کسانی که این کتاب تبلیغ کردن اینه که ناگفته های بیشتری داره، چون قبلا چند سال پیش کتاب دیگری منتشر شده بود اونم من مدیر جلسه ام، که اشاره به جمله ای از آقای خامنه ای در ابتدای همون جلسه ای که در 27 خرداد در واقع برگزار شده، در اونجا از قضا این لحن های خامنه ای برجسته تر هم هست، مثلا در حدی که وقتی که آقای عباس آخوندی که خب اون وقت نزدیک به ستاد آقای موسوی بوده میخواسته صحبت بکنه، قبلش آقای خامنه میگه خودتو معرفی کن، اون میگه خب من آخوندی هستم، شما که منو میشناسید؟ میگه آقای خامنه ای که بله من مواضع جدیدتون رو دیدم، که یعنی انگار کنایه اینه که من دیگه نمیشناسمت با این مواضع جدید، چون آخوندی قبلا به محافظه‌کارا نزدیک بود. یا اینکه مثلا در همون کتاب دیگه، یعنی من مدیر جلسه ام، آخر جلسه اینجوری تموم میشه که نماینده آقای محسن رضایی که آقای دانش جعفری بوده که حرفی زده بوده تو اون جلسه که آقای خامنه‌ای خیلی خوشش نیامده بوده، مثلا گفته بوده که شما در سخنرانی کردستانتون قبل از انتخابات جوری صحبت کردید که معنی حمایت از آقای احمدی نژاد بود و این خارج از بی‌طرفی بود. او آخر جلسه در اون کتاب قدیمی من مدیر جلسه هم وقت می‌خواد که صحبت کنه، آخر جلسه آقای خامنه‌ای میگه خسته شدم که نمیذاره صحبتشو بکنه. در این کتاب جدید روایت اینجوری شده که نه، آخر جلسه نماینده آقای احمدی نژاد می‌خواسته صحبت بکنه که آقای خامنه‌ای گفته دیگه جلسه رو تمام کنیم، که مثلا یک وجهه بی‌طرفانه تری به رهبری ارائه بده. به هر حال نکاتی که در اون جلسه هست جالبه در این کتاب جدید، ولی نمیشه گفتش که خیلی به اطلاعات ما اضافه میکنه. ولی به هر حال 10 سال گذشته، چی شده که حالا دوباره دارن اینها رو ورق میزنن، دوباره این اطلاعات رو اومده؟ ببینید، البته این که حالا این کتابی که منتشر شده که تقریبا به تازگی بوده، حالا ربطی به وقایع اخیر داشته یا نه ما خیلی نمیدونیم، ولی بهانه شکلیش البته اون کتاب بوده، یعنی فتنه تقلب. ولی به لحاظ محتوایی اگه بخوایم به داستان نگاه کنیم، خب میدونید که از آبان گذشته بحث انتخابات 88 به یه دلیلی دوباره بالا گرفت. در یک مصاحبه‌ای در واقع محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور دوره اصلاحات، او از طرف یک مصاحبه کننده اصولگرا زیر فشار قرار گرفت که خب بگید که چرا میگید تو انتخابات 88 میگید تقلب شده، و وقتی اونو سکنج گذاشت او در واقع گفتش که خب شواهدی بوده، مثلا اینکه 8 میلیون موقع تجمیع آرا اضافه کردن، چون میدونید یه صحبت همیشه این بوده که خب صندوقا بازشماری بشن به صورت
تصادفی باز شماری بشه، معلوم بشه. خود آقای خامنه‌ای هم تو این جلسه این حرفو میزنه. او این رو برای میگه که بگه نه، باز شماری تصادفی صندوق کمکی نمی‌کرده، همه صندوق باید باز شماری می‌شده، چون که توی به گفته او اتهام این استش که در وزارت کشور 8 میلیون به آرای نهایی اضافه کردن. و وقتی این بحث مطرح شد، خب این داستان‌ها دوباره بالا گرفت دیگه، یعنی در حدی که حالا قوه قضاییه اخیراً اعلام کرده که محمد رضا خاتمی محاکمه خواهد شد و امثال اونها. و این بحث 8 میلیون هم بحث تازه البته نبود. یعنی مثلا در آذر 88 آقای زاکانی که یک اصولگرا بود و اون وقت نماینده مجلس بود، اشاره کرده بود که پلوی آقای هاشمی رفسنجانی که رفتن، اون به این داستان اشاره کرده و وقتی که تهش رو گرفتن فهمیدن محسن رضایی بوده که این بحث رو مطرح کرده. و البته اخیراً سهام نیوز نوشته که فقط محسن رضایی نبوده که بحث 8 میلیون رو مطرح کرده، بلکه آقایان قالیباف و حتی قاسم سلیمانی هم در واقع این بحث 8 میلیون رو مطرح کردن. به هر حال این بحث ها بالا گرفته، شروعش خلاصه به نظر میاد که به نوعی اون مصاحبه بوده، ولی خب ادامهش الان در حدیه که احتمالاً ممکنه که حتی یک محاکمه در قوه قضاییه در پیش باشه، که خب حالا اینکه در اون محاکمه چجوری فرصت داده خواهد شد به طرف اینکه بحثش رو مطرح کنن، اون داستان جداگانه است. متشکرم حسین باستانی. اما برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دادستان زاهدان می‌گوید که 4 نفر برای تحقیق درباره مسئولیت داشتن در آتش‌سوزی اخیر یک مدرسه بازداشت شدند. به گفته علی موحدی راد، این 4 نفر مدیر و معلم مدرسه و 2 کارشناس آموزش و پرورش هستند که در ماه‌های اخیر از این مدرسه بازداشت شدند. در آتش‌سوزی مدرسه 4 کودک کشته شدند. وزارت امور خارجه افغانستان سعید حسینی معاون سفیر ایران را در کابل در ارتباط با ویدیوی بدرفتاری شخصی در لباس پلیس با تعدادی از مهاجران افغان در ایران احضار کرده. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که معاون سفیر ایران با غیر انسانی خواندن این برخورد قول داده آن را پیگیری جدی کند. در ویدیویی که چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، 9 جوان با ظاهری شبیه مهاجران افغان در کنار یک دیوار آجری به صف شده بودند و مرد دیگری که لباس نیروی انتظامی به تن داشت به صورت آنها سیلی می‌زد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از رعایت نشدن به گفته او موازین شرعی در یک تئاتر انتقاد کرد. او گفت در تئاتر بینوایان که در یکی از هتل‌های تهران اجرا شده، بازیگران زن حجاب درستی نداشتند و زن و مرد با هم اختلاط کردند و از پرچم فرانسه استفاده شده که از نظر او نشانه حمایت از این کشور است. دادستان تهران گفته که اگر وزارت ارشاد با این تئاتر برخورد نکند، دادستانی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و کسی نباید گلایه کند. در لندن یک شهروند ایرانی به جرم جعل اسناد برای اختلاس به 4 سال زندان محکوم شده. سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا میگوید که احسان عبدی جالبی، پژوهشگر سابق دانشگاه کمبریج، برای پروژه توربین‌های بادی نزدیک به 3.5 میلیون دلار بودجه از دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا گرفته بود، اما بخش قابل توجهی از اون رو به حساب شخصیش وارد کرد و به ایران منتقل کرد. آقای عبدی جالبی در حالی در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شد که با 10,000 پوند پول نقد جاسازی شده در جعبه‌های شکلات عازم تهران بود. او در دادگاهی در لندن به 13 مورد جعل اسناد اعتراف کرد. احمد میدری معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید 130,000 کودک به اصطلاح بازمانده از تحصیل در ایران شناسایی شدند. به گفته آقای میدری 30% این کودکان در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند. استانهای تهران و خوزستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. فقر، اعتیاد والدین و همچنین مهاجرت از مهمترین دلایل بازماندن کودکان از تحصیل ذکر شده. شاهد علوی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، از واشنگتن با ماست. آقای علوی، چه فکر کردید وقتی این خبر رو شنیدید؟ این خبر از خبر تازه‌ای نیست. مسئله بازماندن کودکان از تحصیل در ایران قاعدتاً عمری داره به درازای نظام آموزش در ایران. منتها من فکر می‌کنم
اون شیوه نگاه باعث میشه این مشکل تداوم داشته باشه. یعنی در واقع فقر میتونه باعث بشه کودک در واقع در شرایط قرار بگیره که در خطر ترک تحصیل قرار بگیره. منتها فقر و مهاجرت و معلولیت کودکان و مثلا مواردی از این دست که در این گفته های این مسئول دولتی ذکر شده، اینا عوامل ثانویه هستند. عامل اولیه اون نگاهی هست به سیستم آموزش و به طور کلی به امر آموزش که اون رو در واقع مسئله یک مسئله فرعی میبینه. به این ترتیب طبیعی هست که کودکانی که مشکلاتی دارن، مثلا خودشون گفتن در این گفته های ایشون هست که معلولیت عاملی اصلی هست، به این ترتیب کودک به خاطر معلولیت عملا از جامعه حذف میشه. ساختارها به طور کلی، نظام مسورش و شیوه نگاهش به مسئله کودکان به شکلی هست که طبیعتا این بچه ها، متاسفانه این بچه ها از تحصیل باز میمونن. این نگاه چطور باید باشه؟ طبیعتا اگر آموزش و پرورش و به طور کلی سیستم حاکم آموزش رو به عنوان یک سازمان سرمایه نگاه بکنه، نه یک سازمان مصرفی، قاعدتا اولویت بودجه ریزی و برنامه ریزی متوجه اونجا خواهد شد. علاوه بر این که به طور کلی باید آموزش به عنوان یک سازمان علمی بهش نگاه بشه که کمک میکنه کودکان جدا از در واقع آموختن دانش پایه، فرایند جامعه پذیر رو به شیوهی سالم طی بکنن. در این فرایند دیگه مهم نیست این کودک دختر هست، پسر هست، معلول هست، احیانا دین پدر و مادرش چی هست، از چه فرهنگی میاد، زبان مادریش چیه. به طوری طراحی میشه سیستم که همه کودکان فارغ از همه تمایزها و تفاوت‌های شخصیشون، استعدادهای فردیشون، امکانات خانوادگیشون، در سیستم آموزش اون 12 سال رو آموزش ببینن. اون نگاه ایدئولوژیک حاکم، اون تصور، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، میخواستم بگم که همینقدر که مقام های ایران، مقام های این وزارتخانه تونستن این تعداد رو پیدا کنن، مشخص کنن، خودش نشون میده که بی توجه نیستن. شاید مسئله این هست که عملا سالهاست این کارها انجام میشه. یعنی سالهاست اینا در آمارشون اعلام میکنن که بله ما اینقدر تعداد کودک بازمونده از تحصیل داریم، این کارها رو کردیم، در واقع کمش بکنیم، تلاش کردیم اینا رو وارد سیستم آموزش بکنیم. اما متاسفانه و من باید بگم بدبینانه به قضیه نگاه میکنم، عملا تغییر معناداری در این آمار نمیبینیم. یعنی یک نگاهی هست که به شما گفته میشه ما داریم یه کارهای انجام میدیم، اما موقعی که این گفتن سالها تکرار بشه و عملا تغییر چشمگیری به وجود نیاد، شما قاطعا بدبین خواهید شد. انگار شعار دادن بخشی از وظیفه کاری مسئولین شده در این حوزه مشخص که ما الان بحث میکنیم. بذارید میخواستم بپرسم یک تصویر بزرگتر اگر بتونید به ما بدید از وضع تحصیل کودکان امروز در ایران 40 سال بعد از انقلاب. ببینید این رو باید عملاً یه مقدار دسته‌بندی کرد بر اساس اینکه در مورد چه کودکی حرف میزنیم. اگر در به طور کلی یک مشکل، اگه خلاصه بکنم، مشکل کلی هست عرض کردم، مسئله نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش هست. به این ترتیب کودکان ما نه فرآیند جامعه پذیری سالمی رو طی میکنن، نه آموزش درستی میبینن، نگاه غلط به آموزش اینجا حاکمه. منتها وقتی میرسیم به بحث طبقات، کودک از طبقه ای میاد، کودک در کجا زندگی میکنه، کودک زبان مادریش چی هست، اینا مشکلات در واقع متنوع تر میشه. برای یک کودکی که در تهران متولد شده و کودک مهاجری که در حاشیه تهران زندگی میکنه و یک کودک بلوچی یا عربی یا کرد یا یک کودک در یک روستای سمنان یا شاهرود، در واقع مشکلات متفاوت هست. بحث مدارس کپری، مدارس در حال تخریب، مدارسی که ایمن نیستند، اینها بخش از این مشکل هست که قاعدتا دانش آموزان در سطوح مختلفی متأثر از در واقع پایگاه اجتماعیشون و جایی که زندگی میکنن باش درگیر هستن. به این ترتیب به نظر میرسه تصویر کلی ناامید کننده است. انگار سیستمی طراحی شده برای اینکه کارکردهای نمایشی یک سیستم مدرن آموزشی رو اجرا بکنه، اما در محتوا اینقدر گرفتاری و مشکل داره که در اون که نتیجه میشه این اتفاقاتی است که ما میبینیم. آتش سوزی در مدارس، سوختن کودکان و البته بازموندن از تحصیل، هم دختران و هم پسران. متشکرم. شاهد علوی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش از واشنگتن، متشکرم از لطف شما. سپاسگزارم. برای بعضی طرفداران فیلم های اکشن همیشه این سوال مطرح بوده که هنرپیشه هایی که دستمزدهای بالایی دارن تا چه حد
خودشون رو به خطر میندازن؟ آیا اونها هستن که خودشون رو از جای پرت میکنن یا وارد یک زد و خورد میشن؟ البته خیلی از این کارها رو بدل کارهای سینما میکنن، شغلی که برای خیلی ها شغلی مردانه به نظر میاد، اما لزوما اینطور نیست. فرهاد تقی‌زاده گفتگوی کرده با مهسا احمدی که این کلیشه ذهنی رو به هم میریزه. بدل کار زن الان نمیتونم بگم داریم، نمیتونم بگم نداریم. اینجوری به هم ندادن، اینجوری بزرگ شدن که واسه هر چیزی که میخوام باید بجنگم. اولین زنی که توی ایران سقوط آزاد کردیم، چقدر من جنگیدم تا به اون جایی برسم که بتونم توی ایران به عنوان اولین زن بعد از سقوط آزاد، چه به عنوان اولین زن بعد از اتفاقی که توی ایران جلوی دوربین رفتم. رفتم گفتم که آقا من میخوام بدل کار شم، بعد اونم یه نگاه کرد گفتم تست دارم، بیا قبول شدی بیا بدل کارش، بیا تمرین کن، به قول نمیدم ببرمت سر کار، سرتون برداری دو سال تمرین میکنی، اگه دیدم توانایشو داری میبرمت جلو دوربین. خلاصه رفتم تست رو دادم و از اون همه پسریش که قبول نشد من قبول شدم و خلاصه شدم کلی ذوق که رفتم تو تیم بدل کاری. کلاً که توی ایران که خیلی بیشترین نقشام بدل مردا بودم، خیلی خب بدل زنم بودم، ولی خب مثلا خیلی کم پیش میاد فیلم به اسم فیلم اکشن که یه زن توش اکشن کار کنه نداشتیم، نداریم هنوزم همچین. دیگه شدم بدلکار و بدلکاری خارج از ایران شروع شد. کشور ترکیه هم مثل کشور خودمون بدنکار و زنی نداشتن. خیلی جالب که اولین کارم که توی ترکیه داشتم با مزهش اینجاست که نقش سرباز ترکیه داشتم، نقش پسر داشتم اونجا. اولین فیلم هالیوودی که کار کردم فیلم اسکای فال بود، جیمز باند. من خب توی فیلم های ترکی کار میکردم، یکی از لوکیشن های فیلم جیمز باند توی ترکیه بود، تو دوتا شهر ترکیه، یکی آدانا یکی استانبول. اون کارگردانی که توی ترکیه واسش کار میکردیم فیلم کارامون رو توی فیسبوک میذاشت. استان کوردینیتور فیلم جیمز باند گری پال از کارگردان پرسید این کارا کارای کیه؟ اونم برگشت گفت بدلکارای ایرانی، از ایران میان این کارا رو میکنن برای ما واسه فیلم‌ها و اینا. برگشت به اون کارگردانه گفت من کانتکتشون رو میخوام، چون فیلم جیمز باند داره میاد استانبول و آدانا، من میخوام که اینا توی کار باشن. صحنه اکشنای فیلم جیمز باند نامینیت شد واسه یه سکرین اکتور گیلد آوارد که بعدش جایزه رو گرفت. و هر سال چند نفر رو کاندید میکنن که یه نفر اون جایزه کریستال که به عنوان بهترین بدلکار زن سال میشه اون جایزه رو میگیره. که خب من اون سال واسه فیلم بنگ بنگ کار کرده بودم، چند تا فیلم ایرانی بود که کارهای مثلا تصادفه با ماشین و کارهای باحالی بود. اولین و تنها بدلکاری هم که از یه کشور دیگه کاندید شدم و برنده جایزه شدم، تنها خارجی هم که این جایزه رو گرفتم. یکی که من فکر میکنم من خیلی نترسم، برعکس خیلی ترسوام، خیلی از همه چی میترسم و خیلی پوینت مثبتیه واسه این که حواسم رو جمع میکنم که هیچ اشتباهی توی کارم نداشته باشم. همیشه این توی ذهنم هست که پیش خودم میگم کار من، حرفه من، اولین اشتباه هم میتونه آخرین اشتباه هم باشه. هستن کسایی که میخوان کار کنن ولی براشون خیلی آرزوی موفقیت میکنم و فقط یه کلمه میخوام بهشون، یه جمله میخوام بهشون بگم که محدودیت خودتی. تو نگاه کن به اونجایی که میخوای بری، فوکوس کن واسه اون نقطهی که میخوای بری، تمام تلاشت رو بکن واسه اونجایی که میخوای برسی، پشت سرت رو برنگرد نگاه کن، ما واقعی همه چی خودش میاد سر جاش.
مهسا احمدی، بدلکار موفق دنیای سینما. نگاهی داریم در این روزهای آخر سال به سال 2018 میلادی که مثل سالهای پیش پر از حادثه بود، با این تفاوت که این بار رهبر قدرتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا برخلاف جهت آب شنا میکرد و همین معادلات را در بسیاری از کشورهای دیگر هم به هم ریخت. سال 2018 همچنین سالی است تیره و پرحادثه برای روزنامه‌نگاران و به تبع اون حرفه روزنامه‌نگاری. مجید افشار در گزارشش نگاهی انداخته به مهمترین اتفاقات جهان و ایران در سالی که گذشت. وقتی دنیا شاهد جشن سال نو میلادی 2018 بود، در ایران موج اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی کشور را می‌لرزاند. این اعتراض‌ها خیلی زود به لطف شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و مطالباتی که در ابتدا اقتصادی بودند رنگ و بوی دیگری به خود گرفتند. در پی سرکوب نیروهای امنیتی بیش از 20 معترض کشته شدند و حدود 5000 نفر بازداشت. 3 نفر هم به طرز مشکوکی در زندان جانشان را از دست دادند. اینی که ما به عنوان اینکه فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی‌کنه. و من بعد از این سخنان بود که تلگرام، پیام رسان محبوب میلیون‌ها ایرانی، فیلتر شد. گفته می‌شد دولت مخالف بوده، اما این مخالفت هم راه به جایی نبرد. ده ها هزار شغل از بین رفت، آب هم از آب تکان نخورد. اما آنچه در ماه مارس در بریتانیا اتفاق افتاد دنیا را تکان داد. مسمومیت سرگی اسکریپال، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه و دخترش به دست مأموران این سرویس در شهر سالزبری. این دو نفر جان سالم به در بردند، اما یک شهروند عادی که بطری حاوی سم نویچوک را به جای عطر به خودش اسپری کرد جانش را از دست داد. گرچه روسیه اتهامات را رد کرد، اما بریتانیا و همپیمانانش حدود 100 دیپلمات روس را از کشورشان اخراج کردند، اقدامی که بی پاسخ نماند. تحلیلگران معتقدند تمرکز بی سابقه دولت آمریکا بر برخی مسائل و بی توجهی به مسائل دیگر رهبران بعضی کشورها را بی محاباتر از گذشته کرده. عمده تمرکز سیاست خارجی دولت آمریکا امسال روی ایران بود. چند ماهی بعد از این امضا، آمریکا رسما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و این به معنی بازگشت تحریم ها بود و البته سقوط آزاد پول ملی ایران. هدف آمریکا بازگشت ایران به میز مذاکره و گرفتن امتیاز بیشتر از تهران بود، درخواستی که تا امروز نتیجه‌ای نداشته. فشار رئیس جمهوری آمریکا بر رهبر کره شمالی اما نتیجه داد و دیداری تاریخی شکل گرفت. دیداری که گرچه هنوز نتیجه ملموسی نداشته، اما برای دونالد ترامپ پیروزی بزرگی بود. همزمان اتفاقی تاریخی در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان، دونالد ترامپ با باز کردن سفارت کشورش در بیت المقدس اینجا هم حرفش را به کرسی نشاند. تصمیمی که حمایت بسیاری از شهروندان اسرائیل را هم به همراه نداشت. آنها با گل از فلسطینی‌ها پوزش خواستند. چشم‌انداز صلح در خاورمیانه در سال 2018 تیره‌تر شد. اینجا باغ کودکان زهیان در یمن است. بیش از 40 کودک در کنار هم برای ابد خفتند. قربانیان حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به اتوبوس مدرسه‌شان. عربستان پذیرفت این حمله اشتباه بوده، اما جنگ در یمن علارغم آتش‌بس کنونی همچنان قربانی می‌گیرد. و قربانیانش تنها یمنی‌ها نیستند. یکی از قربانیان انتقاد از این جنگ و سیاست‌های ولیعهد جوان عربستان جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی بود. صحنه ورودش به کنسولگری این کشور در استانبول، ورود قاتلانش به فرودگاه این شهر و چگونگی قتلش 2 ماه او را در سرخط خبرها نگاه داشت. او روزنامه‌نگاری بود که می‌دانست خودش نباید موضوع خبر شود، اما این بار چاره‌ای نداشت. قتل جمال خاشقچی سوال‌های زیادی درباره نیت این شاهزاده خندان و ماهیت رابطه ریاض واشنگتن به وجود آورد و موازنه قدرت را در عرصه دیپلماسی جهانی از جمله در رابطه ترکیه و آمریکا تغییر داد. مجید افشار، بی بی سی. سال 2018 به پایان این بخش خبری می رسیم. من از شما خداحافظی می کنم. ممنون که با ما همراه بودید.